چرا؟ بابا اون غذای خونه رو باید همینجا بخوری. دفعه ببینم چه دانش آموزی ها. چقدر تو خری؟ چه خبر آقا اون کلاس سه سه سامنه تو من شنی میشه اینقا با هم حرف بزنم برو سر کلاس آقا. حالا تو این مدت که ما داریم اینو بررسی میکنی شما که دارید میاد مدرسه تو راه یا از خود خونه یه چیزی بخوری تست رو خودتون بیارید اینجا که اذیت نشید. به ما هم زمان بده آقا، به ما مهلت بدید دیگه. خانم خسروی خواهش میکنم شما بفرمایید. سلام. سبزی ها بخار پس شده است. میدونید که سبزی ها رو وقتی سرخ میکنن تمام ویتامینشون از بین میره. همه مواد اولیه هم تازه تازه است و ضد عفونی شده، اما نه با مواد شیمیایی. در ضمن در انتخاب چاشنی ها هم نهایت دقت به کار رفته شده. و روغنش مایع است و بدون کلسترول. در ضمن سسش هم خونگی خودم درست کردم، بدون هر گونه اسانس و مواد غنی شده. بفرمایید، خواهش میکنم. میدونید که بچه ها از اسفناج فراری هن، ولی اسفناج سرشار از آهنه و برای رشد بچه ها هم اسفناج بسیار ضروری. پس فکر میکنم آشپزی باید سالم و علمی باشه. بفرمایید، خواهش میکنم. خواهش میکنم از همه این غذاها میل کنید. ممنونم. خوبه، غذا غذای خونگیه. فعلا هنوز نمیشه قضاوت کرد. بله بله. آقای شاهرخ، خواهش میکنم شما بفرمایید. مجددا سلام عرض میکنم. عرضم به حضور شما که باید به خدمتتون بگم که من ساندویچیم سر همین کوچه است، نزدیک مدرسه. بعد یه مدتی هم که در خدمت آقای یراقچی بودیم و ایشون خیلی خوب اطلاع دارن از اوضاع احوال کار من. باید براتون برسونم که مجوز وزارت بهداشت من دارم. مهمتر از همه غذاهای من جوون پسنده. جرم میل بفرمایید. غذا این دوره مار مدارس ایناست، چون تجربه شده دارم. بفرمایید میل کنیش. بفرمایید، خواهش میکنم. بایزت آقای نمازی، خواهش میکنم شما هم بفرمایید. غذا غذای ایرانیه. تو 10 تا هتل چند ستاره هم آشپزخونه داشتم. خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم. من گرفتم، شما بردارید. بفرمایید. بله بله بفرمود آقا. شما برشتی؟ بله بله. اینم تست بفرمود. بله 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 بله. آقا خیلی آقا بفرمود. بله بله. با اینکه آقای نمازی آشپز درجه یکی هستن، ولی با وجود همه جوانب خانم خسروی و آقای شاهرخ کاندیداهای نهایی ما هستن. آقای نوروزی، شما نظرتون کدوم یکیه؟ ببینید، این چند مدت ما صبر دادیم تا یه آدم مطمئن پیدا بشه. خب شکر خدا الحمدلله پیدا شد. خانم خسروی هم بچهش بچه این مدرسه است، همین که دلسوزتره.
نوع خوراکاش هم که دیدید، هم مسئله پختش هم مسئله تغذیهش به نظر من خوب بود. نظر شما چیه آقای یراقچی؟ والا چه عرض کنم، من این مغازه آقای شاروخ هم دیدم، بهداشت هم رعایت میکنه. درسته بهداشت مهمه، ولی تغذیه رو هم باید مد نظر بگیریم. نمیدونید منظور من چیه؟ ببینید بوفه باید باب میل دانش آموز بشه. من بعید میدونم که غذای خانم خسروی رو بپسندن. چرا؟ برای اینکه غذای خونگی رو تو خونهشون میخورن. خب الان یه مقداری از هزینه مدرسه رو ما داریم از این بوفه در میاریم، حالا اگه اونا استقبال نکنن میدونه چه اتفاقی میفته؟ پس مسئولیت ما راجع به سلامت این بچه‌های مردم چی میشه؟ آقا جان ما که اجازه نمیدیم هر کسی سرش بنزه پایین بیاد تو مدرسه، هر چی دلش خواست بده بچه مردم بخوره. البته خود من طرفدار باقالی پلوی آقای نمازی هستم، ولی خب این غذا به درد مدرسه نمیخوره و چون این یه شوراست نمیخوام تنهایی هم تصمیمی گرفته بشه. پیشنهاد میکنم خانم خسروی و آقای شار هر کدوم به طور آزمایشی یه هفته یا دو هفته بوفه رو بگردونن تا بعد تصمیم گرفته بشه در این مورد. موافق این آقایون؟ پیشنهاد خوبیه. بنده موافق. پس توافق کردیم. به اطلاع میرساند خانم خسروی و آقای شاهرخ جمالی کاندیدای بوفه میباشند که هر کدام به صورت آزمایشی به مدت یک هفته بوفه را اداره خواهند کرد. تصمیم نهایی جهت معرفی بوفه دار منتخب پس از اتمام دوره آزمایشی صورت خواهد گرفت. صدای جایی سلام. آقا دی با آرزوت رسیدی؟ باورم نمیشه، حالا چرا آزمایشی؟ با یه هفته نوبت یارو ساندویچی هست، یه هفته نوبت مادرش هایی، بعدش تصمیم میگیرن معلوم میشه کی بمونه. با غذای خونه رو باید تو مدرسه خورد. فهم کنم با اومدن خاله نایید هادی دیگه موتور بسوزونه. یعنی واقعا خاله نایید بوفه رو میگیره؟ خیلی دست بخشو دوست دارم. اینم از لیست قیمت ها. ای اوسا یعنی چی؟ چیه؟ قیمت ها رو اشتباه نزدی؟ یعنی چی؟ اون که نمیصرف برام. بچه جان آدم وقتی که میره یه جا آزمایشی میخواد خودش نشون بده، هم باید جنس خوب بده هم قیمت ها رو پایین میگیره. فهمیدی؟ چرا؟ تو هیچی نمیشی، برو به کارت برس. به همه هم غذا میرسه. شما هم برگر میخواستی؟ ها بچه های خوب عزیزی من اونه که اولویه میخوام برن اون بر اولویه اون بر بچه اولویه بده. کالباس هم هست، همه چی هست، داد جلتون بخواد جد به همه میرسه. نجازه بدین بچه های من گلای من تک تک بود. گوشابه هم میخواد؟ نه با آب میخواد. برو با خورد چی کار میکنی؟ گوشتش گوساله است، تازه هم است، این شرکتی ها نیست. عجیبه. خب معلومه دیگه، روز اول چیزای خوب میفروشه. بچه ها کارش که بگیره
یه از گوشت تازه خبری نیست. فکر کرده این یفدر ازش گزارش تهیه میکنه. چرا میدی به من؟ من خودت نمیخوری؟ اینجا چیز میده نمیخورم. گفت اول زود دادم، نه خودش دستگیش دستش بود نه اون کارگرش. جوان خودم هادی یارو سه سوته از اینجا بیرون میکنم. فیز نمیم کنی جیوونه، اون یه رقیب مادرته. به به آقا بازور. سلام شارو. سلام. بفرمین تو، بفرمین تو. خیلی خوش آمدی. پسر ببین چه ساندویچ میخوام برشون بزن بده. به به گفه دوبون. خوبه. باریکل، باریکل. ای کنی نفتر چرا؟ زوره چه هم مرد اولا نگات کردی؟ خیلی سه نمیشتم اما هیچ کنو به در نمیخوره. بیخیال بابا، هر کار خانه نهید خوشه دیگه احتیاجی به اینه نیست. حرف نباشه، چه خبر اونجا؟ با موچشو بگیرم روخانه ساندویچش بومیدم. چه خبره تو؟ خونه خاله هست؟ ها؟ پاشو بیرونم کن. پاشو برو بیرون. ده بیرونم کن. بهت میگم پاشو. پاشو بینم. حالا وقتشه. تخت سیاه. میگم نوشابه هم فروش نرفت. اوستا بچه ها میگفتن گرمه. میخواستی یکیه نلوکی هم بهشون بدی. گرمه. به جون بچه، به جون بازیگوشی نکن. یکی الان میاد میبینه آبرومون میره ها. تمام شد دوستا. آباری کله پسر. بله خب، برداری یه جای خوب جاسازی کن کسی نبینه. الان داره نشابه قاهم بهش میکنه. استفاده از روغن سوخته برای سوسیس و همبرگر. گاف بعدی. آقا اجازه میدیم بیایم تو؟ صحبت نمی کنیم آقا، ساکت میشه. بیا تو. نمید بجات بور بیرون بلند شو. خب برای چی ما که حرف نزدیم؟ این بار به خاطر نام نگاری تو. برو بیرون، برو. جستم میگیره بنویس. مشکلی پیش اومده آقای عراقچی؟ نه، یه بازرسی معمولیه. بله. همه چی مرتبه. طبق قرار فردا نوبت کاندید دومه. شما یادتون باشه که وسایلتون رو جمع کنید. بله. وسایلتون رو جمع کنید. زکی.
اومده ما چه منه بگیره؟ من خودم خط به روزگارم مرد، همش تقصیر اون وروجک بود که اومد دید زد. اگه صورتش میدیدم باشه. بچه بله استاد. جمع کن بری، یه هفته دیگه بر میگردی. کجا؟ نمیدونی بخواد خودی بخواد خودکایی بانه کام بود ولی من موندم به این دلمه خوشمزه چه چون انقدر لاغر مردنی موندی ای از تو که بهترم قاز خاله نهی جانم دلمه با اسمناش بیشتر میچسبانه هادی اینقدر میخوری مریض میشی یا؟ نه آخه روز اول اومدی این داره شوق دارم امان از دست تو چهار تو سالوچ کالباس کالباس نداریم پسرم سوسیس داری؟ سوسیس هم نداریم اما مرغ داریم کوکی سبزی داریم کتلت داریم کوفته تبریزی داریم آب میوه هم داریم حالا چی بهت بدم؟ همه اینا که تو خونه ما پیدا میشه درش رو هم این بوفه هم سادن نمیتونی هم بزنیم هادی گفتم ولش کن زشته ما ول کن حیف که اینجا مدرسه هست زنگ آخر تکفه همه تو روشن میکنم خدا پس با زنگ آخر بزن خیلی آقایی برو بابا نبینم برین دعوا کنید نه خاله از این گوره به این گلی به این ماهی به این آقایی دعوا بعیده شما خیالتون راحت میشه ما دعوا نمیشه خیلی خوب برین سر کلاس هر درست خاله خدا دورمه بچه ها نوشابه هم میخوری؟ بله بیا بله. ساندویچه رو بر بده اونجا بفهم ببینم آقا بادو مگه مدرسه تون بوفه نداره؟ بوفه مزغر بازی آشارو یعنی چه؟ ساندویچ نمیفروشن؟ ساندویچ؟ اونجا خونه خاله هست آب گوشت و همین چیزا میدن آب گوشت؟ آب گوشت هم که نه کوفته و کوکو و اینجور چیزا نه که دیگه داره حالا هم پیش گرده خرید نمی کنه از قرار منو این یارو فامیل این یراخچی هست با هم دست به یکی کردن که چی کار من خراب کنه باش آشارو میخوام مالشو بگیرم؟ نه ایرادی نداره بزن یه هفته تموم شه کارا درست میشه خب آشارو بسه ما چه میشه؟ یه حرفا چیه؟ شما ها مهمون خود من هستی آقا اینجور که نمیشه شهرونده میشم یعنی آقا بادر ما نمیتونیم مشتری همونو یه بارم مهمون کنی این ساندویجی متعلق به خود نوشه جورتون دست در نکنم نوشه جورتون خوشمزه بود بچه ها؟ بله خیلی خوب زودتر بریم خونه ها کنگه خیلی همون بفرم به سلامت کالباس داریم؟ نه عزیزم ما کالباس نداریم ولی مرغ داریم کوکو سبزی داریم کتلت داریم کوفته تبریزی داریم سلام خاله سلام
سلام خاله. سلام بچه ها. آقا کاره این موفه جور نمیشه. چطور؟ ایشگی چی نمیخره؟ سوت و کور. خب چه کارش میشه کرد؟ بچه ها اینجوری هم دیگه. ولی انجمن همه چون خیلی راضی هست. دیروز هم از منطقه تماس گرفتن که اگه این روش خوبه الگوش بکنن تو منطقه. ولی دیگه صدیقه بچه ها چه کار میشه اینجوری؟ ولی آقا اینجوری پیش بره بچه ها سوء تغذیه میگیرن. دیگران نباش، اینقدر که کالباس سوسیس میخورن سوء تغذیه میگیرن. غذاش دوست دارم ولی خیلی دلم واسش سوخت. بابا رحیم شما هم دست تنها خسته میشینا. ای خانم خسروی کی به فکر ماست؟ شما چطورید؟ درآمد چطوره؟ درآمد مهم نیست. اینکه بچه‌ها روی خوش نشون نمیدن برام مهمتره. نمیدونم چرا بچه‌های این دور زمانه عادت کردن فقط حلهوله بخورن. زمان ما که کارواس و اینجور چیزا نبود. ما با کله جوش بزرگ شدیم. چقدرم خاصیت داره. این کشک اینقدر کلسیوم داره کیه که قدر بدونه. شما هم که ماشالله هزار ماشالله دستپختتون حرف نداره. چه فایده بابا رای الان روز سوم. اب نداره میگذره میگذره اب نداره. حیفه که خاله نای بوفه رو تعطیل کنه. با یه کاری بکنی. با چه کار کنی؟ نمیتونی بچه مردم کتک بزنی بیان از بوفه دلمه بخرن که غذای خونگی طرفدار نداره. خود جنابالی غذای مامان تو پر میکنی میان اینجا ساندویچ بخوری. بچه شما هم میخوان تو این بحث شرکت کنی؟ نظری چیزی؟ خیلی خوب شد. آقا رفرم باید
بهش میدن گشتمه. پس گفتی این کاروارش گرفته ها؟ فکر کرده که میتونه به من زور بگه؟ من بچه این محلم، بوفه اون مدرسه را من باید بگردونم. آره شاروخ خیلی نامردیه. من بچه ها بریم بچه ها یه جوری ما باید این آدم هم اونجا بیرون کنیم. ببینم شما رفیق من هستین یا نه؟ معلومه چه هستی؟ باریکلا پسرم بده من ساندویچو. من یه نقشه توپ دارم میخوام ببینم شماها با من هستین یا نه. معلومه که هستین. آه باریکلا کجا ساندویچ آوردم برات؟ من یک کاری برام پیش اومده باید برم. بیچاره رفت. خسته نباشید خانم خسروی. ممنون زنده باشید. اوضاع چطوره؟ خوبه خدا رو شکر. مشکل چیزی ندارید؟ نه هیچ مشکلی نیست. مسئولین که خیلی راضی هستن. آها. اگر کیفیت در همین حد بمونه فکر کنم بیشتر میتونیم در خدمتتون باشیم. خیالتون راحت راحت باشه همه چیز خوب پیش میره. این میوه رو میذارید داخل یخچال چون مربی بهداشت بیاد ایراد میگیره. باشه چشم. شما چیزی میل نداری؟ من متشکرم. میخوای سبزه ها رو زنی؟ نه اینجونه خودم نمیتونم خرابش میکنم. برش کن جیگه نداره ترسو. باشه بالا ولی یادت باشه اش دلگیر نشو دمت گرم. تا میتونیم میریم بالا اوناله. بریم. آی دلم خدای خدا نمیپیچه. آی خدای بابا جا مطمئنی بیرون چیزی نخوردین؟ سازالکی ککی لواشکی بطنی چیزی؟ آقا برو تو برو نشوی برو بینم. آقای زمان میشه بینم. آره برو برو بینم برو بینم. آی 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 کما که موردی دیگه هم بوده؟ تا لحظه همچی مواردی ما نداشتیم. حالا من میگم شاید این دستفروشای بیرون هستن شاید از اینا یه چیزی خریدن خوردن. با منزلشون تماس بگیر بعد بفرستشون برن. چشم. خب میگفتی اونقدر خوب بازی کردیم که هیچکی بهمون شک نکرد. خیلی الله خوشم اومد. بچه‌های با جرفوزه‌ای هستن. دیگه همون کارش دامه همون دیگه بیرونش میکنم. خیال داده آشارا یعنی میگی شیطنت بچگانه است؟ بله اما چطور میشه ثابت کرد؟ هیچ میدونید آقا این دانش آموز که اینجا بود پسر همون آقای نمازیه که با آلیپولو با گوشت آورده بود. باید بگیم باباشو بیاره مدرسه. خب که چی آقا؟ که همه چی روشن بشه. منو بگو که چقدر از این با آلیپولوش تعریف کردم. Thank you.
چیزی میخواد؟ چیه؟ خانم من خیلی کارو بدی کردم. ساندویچه من خودم شیشه رو گذاشته بودم توش. با اون گهنش درد میکنه. نمیتونه کار کنه. نمیتونه پای دیگه بایسته. آسم شما بید که بابا خب هیچی نمیخواد بگی. به خاطر بابا تو. خوش به حال بابات که پسری داره که اینقدر به فکرشه. خیلی خوب. برو یه آبی بزن سر صورتت و برو سر کلاست. برو پسرم. خب راستی اون مسمومیت بچه ها به درخانگا رو میگن علکی بودا میخواستن شما نهایت چی بری که شاروخان برگرده. خیلی خوب. برو سر کلاست. برو دیگه. چی میرم بابا؟ چیشی دستت درد نکنه؟ پول ساندویجتونو بدین. حساب؟ نخه هندسه. پول ساندویجتون میخوام ازه. بفرمو. بفرمه. از بس که مفت خوردن عادت کردم. تو اینه چی کار میکنم؟ میگم تو که الان یه ساندویچ دستته. تو اومدی اینجا بسدی یه دونه خریدم. گفتم چون با هم باشیم یه دونه میگم بیام تو صفحه. یه همبرگری بشو پس. یه مال چطوره؟ خیلی خوبه. تو سم داشته بشه؟ خوبی جینه که قضایی که خاله نایی درست میکنه رو درست میکنه. همه مهمترینه که خاله نایی زوکارش نظارت کنه. چند لحظه صبر کنی؟ شاید میگم حالا مامان چیکار میکنه؟ قضای خونگی تو مدرسه کم بود؟ آقای کابینی مطرح کرده به منطقه گیتر قضای خونگی رو تو منطقه پیاده کنه. قضای خونگی یک بس بود سه شیره. سلام، خسته نباشید. منیره فدای مقدم هستم از قم. میخواستم تشکر کنم از برنامه‌تون، از این شبکه، مخصوصا اینکه دیدم
شما ضرب المثل گذاشتین، ضرب المثل رو به صورت نمایشی اجرا می‌کنین که خیلی هم برای خانواده‌ها، برای مخصوصا بچه‌ها خیلی مفیده. از همه برنامه فیلم‌های